و حالا جناب رحمت الله قمعی همراه ما هستن، سفیر حسن نیت جهانی در افغانستان. خیلی خوشحال هستم شخصا که به بار دوم میزبانشان هستم در برنامه سبون. سلام، صبح شما بخیر. سلام صبح شما و همه بینندگان شبکه جهانی تلویزیون افغانستان. امیدی که یک صبح پر از خوشی و صحت آغاز کرده باشید. شما سلامت باشین. موضوع بحث ما نگفته نباید گذاشت که نقش جوانان در جامعه است. حالا ما میخواییم به عنوان نخستین سوال از شما بپرسم، حضور و نقش جوانان در یک جامعه چقدر میتونه مهم و مفید تمام شد؟ بیاین از مقدمه آغاز کنیم. جوان با قشری گفته میشن که از آغاز سن 12 تا 33 این طبقه ما جوان میگیم، و قشر جوان یا همو نسل جدید یک نیروی مهم در جامعه محسوب میشن که مسئولیت های آینده یک جامعه به او تسلیم میشن که در یرسه قوی اجرایه یا دولت با امکانات بالاتره از دیگه نهادها نسبت به در بخش جوان ها زیاد یا از امکانات خوبی استفاده میکنه، چون که این نیرو در آینده به شکل استاندارد و قانونی نیروی محرک یک جامعه میتونیم بگوییم باشد. بله، از سن 12 سالگی بگیریم تا 33 سالگی که حالا به گفته شما که تعریف کردین، حتما نیروی محرک جامعه است، چه در مقاطع کار و وظیفه، چه در مقاطع مکتب و این موضوعات. اما متاسفانه بیاییم برگردیم به جامعه خود ما، سوال فرشته هرچند جوابش ماند، ما میخواستم یک سوال دیگه هم اضافه کنم، این که فکر نمیکنن جوانای ما زیاد نمایشی کار میکنن در افغانستان و با اون شکلی که باید و شاید تاثیرات خود داشته باشن ندارن؟ ببینین، من براتون گفتم در یک جامعه سالم بخش جوان وقتی که پیدا میشن تا دوره لیسانس و مستری در کار میشن یا در کل قوی اجرایه از لحاظ بیمه ها، از هر نوع امکانات بخش تحصیلی، ارتقای ظرفیت، بخش سی، مزایا یا کلشان برشان آماده می سازن. ولی میاییم برگشت به جامعه افغانستان، در جامعه افغانستان اصلا قشر جوان تانوز اگر ما براتون بگویم هیچ ما بر رسمیت شناخته نشدیم. چرا؟ چون او امکاناتی که ما در یک جامعه سالم هستن برای ما نیستن. ما جوانای ما در این جامعه همیشه تحقیر و زیر فشارا که بالاخره برگرد میگردن میرن به مجرات ها میره و بالاخره بدبختی هایی که به استفاده ابزاری شده از جوان. عموما در افغانستان آن چیزی که در یک جامعه سالم ما برد گفتیم که اونمو امکانات مصرفی که برشان گرفته میشه در بودجه وزارت دارم و وزارت نداریم. وزارت یک مشخص یک وزارت داره. با اشتراک جناب خمه اجازه بتون من شوخی بکنم، موینیت داشتیم چه کار کرد که حالا تبدیل به وزارت شد؟ اما براتون میگم وقتی که از پیدایش تا 33 ساله مرحله که لیسانس است و بدک کار است وزارت مربوطه با تحصیلات مقتی تحصیل که خلاص شد به وزارت کار راجع میکنه، وزارت کار و کار بعد از او پس مرجع به ارتقای ظرفیت و همچنان موینیتشان و وزارت جوانان عموم مزایایی که من میگم سفرها و ارتباطات بیرونی یا معیار میسازن. ولی در افغانستان ما موینیت داریم به نام موینیت، تنوز آن چیزی که قانونن کار کنن براشون معیار بسازن ولی بودجه زیادتری مصرف میکنن، ولی تنوز آن چیزی شما ببینین برین موینیت، تنوز در موینیت ما کدام هاستل یا لیلیه نداریم. وقتی که جوانای ما از ولایت میاین ایره چطور یا امایه کنن، ایره چطور از این نگهداری داشته باشن، ما تنوز نداریم. تنوز اداره افغانستان یا قوی اجرایه در بخش جوانان در کل فعالیت های ننجام میدن که سبب رشد و سهولت ها برای جوان ها باشن. بله، بسیاری. و میمونه سوال فرشته که چگونه میتونن که مهم ظاهر شن، با کدام فعالیت ها، با کدام دستاورده و کارکرد ها؟ ببینین، نخستین چیزی مهمی که هستن مهمیت این طبقه هستن
که باید از طرف کلانو که اتو از فامیل از پدر و مادر از برادر آغاز میشن که باید روحیه بتن. بله روحیه یک رول بسیار مهم دارن. بله. که تو جوان هستی یا آینده ساز کشور هستی. یک دوم بخش تعلیم تربیه که ما در بسیار رقمانده هستیم باید تعلیم تربیه چی داشته باشیم. سوم نقطهشان که هستن اقتصاد هستن و چهارمشان بخش دولت هستن. باید دولت معمو مربوط ها وزارت هایی که ما براتون اشاره کردیم این وزارت ها باید در ارتباط تو باشن، این نسل جدید یا باید زیر نظر داشته باشن. این همین نقاط مهم هستن که میشه امینی رو اگر ما مد نظر داشته باشیم میشه که یک نیروی فعال و از هر لحاظ فعالیت های خوبه و امو مسئولیتی که در آینده برشان تسلیم میکنیم به خوبی پیش ببرن. ولی تنوز ما در کم کاستی داریم، تنوز چیزای صورت نگرفتن که این رو خوبتر باشن. چون ما از لحاظ اهمیت براتون میگم مسئولیت آینده کشور به دست این امینی روستن. اگر این رو خوبتر تربیه کنیم بسازیم آینده ابو بخش اجرای ما قوی می باشن. اگر ضعیف‌تر باشن دیگه ما کم کاستی داریم. اگر لطف کنین بفرمایین زمینی که در مورد وزارت گفتین عمده ترین کار یک دولت ای باشه، یک حکومت که حداقل زمینی کار را بر اینا فراهم بسازه یا یک وزارت مخصوص، یک مرجع مخصوص بر اینا داشته باشه. حالا که ایره نداره، به نظر شما کارکردهای مهم بعدی که باید در نبود وزارت جوانان برای جوانان صورت بگیره در جامعه چی خواهد بود؟ چقدر میتونه به حکومت یک کشور مؤثر باشه جذب جوانایی که واقعا از نیروی کار خارق‌العاده برخوردار هستن؟ ببینین ما خود هنوز در تشکیلات وزارت در رابطه با جوانان ندارن، خود معینیت داریم. نخستین کاری هستن امروز ما دنیا وصل هستن به افغانستان، ما کادرهای داریم حتی به دکترا و مستری لیسانس از بیرون از کشور آمدن. در این عرصه معینیت جوانان باید طرحهای از جوانان داشته باشه. بله. خوبی ها بیایه، چی نظریات از جوانی میخواین امراشون وصل بسازن. میتونن که ایره به اشتراک وزارت مربوطه وزارت اطلاعات کلتور برهنگ است به نظر یا شریک بسازن، بالاخره برن به رئیس جمهور و پارلمان ای پاس شد. میشه که امی طرحهایشان یا طوری بسازن که برزی یک نوع بودیجه خوبتری برشان تعیین بسازن. و دومشان معینیت میتونن که بعض ارتباطات با ما براتون گفتیم با اشتراک وزارت تحصیلات عالی که در بخش تحصیلات باید بعضی طرحهایی داشته باشن شریک بسازن. و وزارت کار و امور اجتماعی ببینن در دیگر دنیا وزارت کار و امور اجتماعی معینیت یا وزارت جوانان که با وصل میشه نه کارگر در سطح کشور خود به سطح جهان یا کارگر اعلان میکنن، کارگر میتن ای هم منافع کشور میشه و هم یا تجربه بین المللی کسب میکنن پس بله برگشت به کشور میان. ولی تنوز معینیت این فعالیت ها را اگر ما فکر کنیم هیچ نوع طرح نداشتن. اگر این طرح داشته باشن معینیت ما فکر میکنم که امین نیروی جدید ما در بخش اجرای برای آینده اگر ما این طرح داشته باشیم ما بخواهیم که فعالیت های جانی انجام بدیم یک رول بسیار مهم دارن. بله از وزارت تحصیلات عالی بگوین چقدر توجه کرده برای این جوانا و زمینی تحصیل را برشان مهیا ساخته با آنکه ما فعلا در شرایط قرار داریم که فقر و بیکاری بسیار زیاد است در جامعه ما و چقدر تانستن از لحاظ اقتصادی به جوانا رسیدگی کنن؟ ببینین در کل وقتی که ما میریم ما جانی نیستیم. قبلا ما اشاره کرده بودیم امی وزارت های ما باید وصل می شدن الکترونیکی به جهان وصل می شدن. ببینین در هندوستان حالی ببینین کل وزارت هایشان وصل است به جهان. میاییم برگشت به وزارت تحصیلات عالی ما. وزارت تحصیلات عالی ما تنوز امو ایجاد درست است. ما یک پنتون کابل داریم. بله. یک تن تربیه داریم در کابل. این روز بر روز نفوذ ما زیادتر شده میره. بله. ولی وزارت باید این طرح می داشتن و در این همچنان نمایندگان افغانستان هم باید یک نظر طرح می داشتن که می شدن که امی بخش پانتونو را یک چند شاخه دیگه هم زیاد می کردن، یک طرح می داشتن. باز امکانات جذب قشر جدید
در این بخش زیادتر شده می شدن و یک رولی بسیار مهم داشتن، ولی تنوز وزارت ما اون امو که از قرنی که ما امو کانتون داریم تنوز هیچ فعالیتی انجام دادن، ولی در بخش تسهیلات شما همچنان اگر ما ببینیم یک نوآوری یا یک سیستم جدید ما نداریم تنوس که ما ببینیم که جانیستن یا جناب آقای ما تا بار هر چقدر صحبت کردیم، هر چقدر که سوال کردیم در مورد ارگانایی بود که باید برای جوانان فعالیت میکردن، امکانات در اختیار میگذاشتن، هر وقت که ما انگشت اشاره خود را دراز میکنه طرف ازا سه انگشت طرف ما برمیگرده. حالا به عنوان جنبندی، به عنوان آخرین سوال لطفا بگویید که ما جوانا چیکار کنیم؟ دولت در فکر ما نیست، امکانات و تحصیلات بر ما فراهم نمیشه، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اینجا بشینیم دست روی دست بانیم؟ ببینین نخستین چیزی که اساسیستن جوان ها باید با هم شون یک میج ما بسازن. درست است ما مشکلات تا داریم در تمام عرصه ها، مشکلات امنیتی اقتصادی هستن، ما باید یک دست چایم یک اتفاق داشته باشیم و دوم دست به کار شویم، یک سلسله فعالیت های در جامعه انجام بدیم تا امی لوگوی جوان یا کشور جوان خود به جامعه خود وانمود کنیم. بله. و سوم ما میتونیم که رسما از قوی اجرای آن حقوقی که ما داریم باید بجنگیم، آن حقوق خود بخواهیم. این نقاط اساسی هستند. اگر ما مد نظر بگیریم، ما جوان ها میتونیم که موقف خود در جامعه آشکار بسازیم. شما سلامت باشین، تشکر از حضورتان در برنامه و از حرفای شیرینی که با ما داشتین. تشکر از شما همچنان که بر ما وقت دانین تا دیگر سمرتون صحبت کنیم. میریم وقفه و بعد از وقفه دکتر حسین شیرزاد مشاور وزیر امور زنان همراه ما هستند که صحبت خواهیم داشت.